سلام دوستان، به کانال داستان‌های ایران خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگر هنوز عضو این کانال نشدید با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون از آخرین ویدیوهای ما مطلع بشید. زاکرم رضایی رو میتونیم یکی از قدر نادیده ترین بازیگران سینمای ایران بدونیم. بازیگری که در اغلب اوقات نقش مکمل بازی کرد و در کنار ستارگان سینمای ایران قرار گرفت تا اونها دیده بشن. ظاهراً ایشون همیشه در حاشیه بود و نقشای فرعی رو بر عهده داشته. اما از تمام ستارگانی که ایشون در کنارشون بازی کرده، همه بیشتر در سینما و تلویزیون دوام آوردن. رضا کرم رضایی زاده 1316 بازیگر، نمایشنامه‌نویس و کارگردان و مترجم ایرانی بود. رضا کرم رضایی در سنقرآباد کرمانشاه متولد شد. فعالیت های ایشون به ترتیب سال عبارت بودند از 1333 تا 1335 به عنوان بازیگر، 1335 تا 1338 تحصیل در هنرستان هنرپیشگی تهران، 1339 تا 1346 تحصیل در انستیتوی تئاتر و سینما و تلویزیون و البته در همین سالها به دانشگاه مونیخ در آلمان همراه یافته و 1347 تا 1367 در اداره برنامه های نمایشی به عنوان بازیگر و کارگردان استخدام شد. ایشون نیم قرن به طور مستمر در تئاتر و تلویزیون و سینما و در زمینه‌های مختلف بازیگری، کارگردانی، نویسندگی و ترجمه ادبیات نمایشی فعالیت داشته و ایشون فارغ التحصیل کالج تئاتر و فیلم در آلمان غربی بود. مادر ایشون بعد از به دنیا آمدن رضا بلافاصله از دنیا رفت و پدرش او رو در روستایی نزد دایه ای اهل همون ولایت میسپره تا رضا رو بزرگ کنه. پدر رضا هم چند سال بعد برای دفاع از یک روستا در مقابل راهزنان استخدام میشه و در جدالی نابرابر مقابل راهزنان گلوله میخوره و کشته میشه. رضا رو دایی او که راننده کامیون بود به تهران آورد و بزرگ کرد. دوران دبستان ایشون به کارهای مختلفی مشغول میشه. کرم رضایی علت انجام کارهای مختلف رو نه نیاز مالی، که علاقه به یادگیری حرفه‌های مختلف میدونه. از میونه این حرفه ها تابلو نویسی رو ایشون جدی تر دنبال میکنه. حرفه ای که در سالهای جوانی و دانشجویی و غربت به دردش میخوره و اجازه نمیده که رضا بیکار بمونه. کرم رضایی در ایام دبیرستان با قطب زاده هم کلاسی میشه. او در خاطراتش مینویسه که قطب زاده و خانواده او وضع مالی نسبتاً خوبی داشتن و هرچی که ایشون در سالهای بعد از انقلاب از حمایت پابرهنگان و دفاع از مظلومان میگفته دروغ بوده. کرم رضایی در خاطراتش مینویسه که قطب زاده چند باری به طعنه به او گفته برای چی این همه درس میخونی؟ تو آخرش یا دکتر میشی یا مهندس که بازم باید بیای زیر دست من کار کنی. قطب زاده سالهای بعد از انقلاب برای مدتی رئیس سازمان صدا و سیمای فعلی شد. کرم رضایی در خاطراتش مینویسه خدا رو شکر میکنه که در سالهای بعد از انقلاب سراغ قطب زاده نرفته و به او آشنایی نداده، چرا که قطب زاده بعد از مدت کوتاهی به جرم کودتا دستگیر و اعدام میشه. کرم رضایی در کتاب خاطراتش نقل میکنه چه خوب شد که سراغ قطب زاده نرفتم، چون ممکن بود برای من هم به عنوان آشنای قطب زاده پاپوشی بدوزن و من رو هم اعدام کنن. اولین جرقه های بازیگری زمانی در ذهن کرم رضایی به وجود اومد که صاحب خونه بلیت تئاتری به او میده و تئاتری که دختر صاحب خونه هم در او بازی میکنه. کرم رضایی در اون تئاتر صحنه‌ای می‌بینه که او رو منقلب می‌کنه و باعث میشه که به بازیگری علاقه‌مند بشه. کرم رضایی سرانجام در آزمون تئاتر ملی ایران در جامعه باربود پذیرفته میشه و از زیر نظر رفیع حالتی و تعدادی دیگه از اساتید اون مرکز آموزش می‌بینه. در کل رفیع حالتی رو هنرمند ملی‌گرایی می‌دونن که سبک و شیوه کاری و هنریش درست در مقابل عبدالحسین نوشین از دیگر کارگردانان سرآمد اون دوره تئاتر بود. کرم رضایی بعد از آموزش‌های اولیه‌ای که می‌بینه سراغ هنرستان هنرپیشگی میره و در آزمون‌های اون شرکت می‌کنه و به عنوان هنرجو هم پذیرفته میشه. در اون سالها بعد از کودتای 28 مرداد، تئاتر ایران به ابتکار مهندس والا صاحب تئاتر تهران به یک نمایش کمدی سبک همراه با رقص و آواز تنزل پیدا کرده بود. کرم رضایی در هنرستان هنرپیشگی پذیرفته شد
و زیر نظر اساتید بزرگی بازیگری رو فرا گرفته و همزمان به عنوان کارمند به استخدام اداره موتوری ارتش درآمد. بعد از سقوط دولت ملی‌گرای دکتر مصدق و تثبیت حکومت پهلوی، همه چیز به روال سابق بازگشت و تئاتر ملی ایران نابود شد. بعد از مدتی با ایجاد اداره هنرهای دراماتیک به سرپرستی مهدی فروغ، تلاش شد که باقی مونده هنرمندان تئاتر در این اداره جمع بشن و گروه‌های مختلفی رو جمع کنن تا این گروه‌ها تئاتر ملی ایران رو ساماندهی کنن. کرم رضایی در چنین فضایی به بازیگری ادامه داد و اولین واقعه سیاسی برای کرم رضایی در عالم هنر زمان اجرای بنگاه تئاتر ال بود. او که در این نمایش نقش یک بچه رو ایفا می کرد، در این صحنه او روی زمین دراز کشیده بود و به تماشاچیان نگاه می کرده. فرح پهلوی هم در میان تماشاچیان حضور داشت. بعد از لحظاتی محمد موتی که در این نمایش نقش مادر او رو بازی می کرده به سراغش میاد و از او می خواد که همراهش بیرون بره. در این لحظه کرم رضایی به ذهنش می رسه که مزه‌ای بپرونه و بداهه پردازی کنه. در حالی که خودش رو لوس کرده به فرح اشاره میکنه و میگه نمیام، نه نمیخوام بشینم این خانم خوشگله رو تماشا کنم. خود کرم رضایی مینویسه بعد از ادای این جمله سالن در بهت عجیبی فرو رفت و سکوت حکم فرما شد. وقتی هم که به پشت صحنه رفتیم همه به من اعتراض کردند که این چه حرف نابجایی بود که زدی. همراهان فرح پهلوی این صحبت کرم رضایی رو متلک به فرح تلقی میکنن و ماجرا به وزیر فرهنگ و هنر وقت گزارش میشه. کرم رضایی شانس میاره که فرح از موضوع به سادگی میگذره، اما گذشت فرح هم باعث نمیشه که بعدها وزیر به اونها تذکر نده و نگه که مواظب فعل بداهه هاتون باشید که مانند فعل بداهه کرم رضایی سوء تفاهم ایجاد نکنه. کرم رضایی بعد از مدتی در انجمن ایران و آمریکا استخدام میشه. رضا کرم رضایی در سال 1375 دوره پرتلاشی رو در عرصه سینما و تلویزیون گذروند و در آثار بسیار مهمی بازی کرد. او در این سال با بازی در 4 فیلم و سریال مهم سینما و تلویزیون خودش رو به مردم معرفی کرد. آثار مهم رضا کرم رضایی در این سال: بازیگری در فیلم آقای شانس به کارگردانی رحمان رضایی، فیلم فصل 5 به کارگردانی رفیع، سریال امام علی علیه السلام به کارگردانی سید داوود میرباقری و سریال خودرو تهران 11 به کارگردانی مرضیه برومند محسوب میشه. شاید یکی از مهمترین بخشای بیوگرافی رضا کرم رضایی بازی در سریال امام علی بود. رضا کرم رضایی سال 1375 در 59 سالگی در این سریال بازی کرد و نقش مهمی هم داشت که تونست با مهارت خوب خودش اون نقش و همچنین خودش رو در میان مخاطبان تلویزیون مطرح کنه. او در این سریال با سید داوود میرباقری همکاری داشته. رضا کرم رضایی تونست با بازی در سریال امام علی تجربه بازیگری موفقی رو برای خودش رقم بزنه و همکاری در کنار بازیگران بی‌نظیری چون داریوش ارجمند، مهدی فخیم‌زاده، بهزاد فرهانی و محمد رضا شریفی نیا رو تجربه کنه. رضا کرم رضایی علاوه بر سریال امام علی علیه السلام سال 1379 در 63 سالگی در فیلم مسافر ری نیز بازی کرد. ایشون این بار با سید داوود میرباقری یعنی کارگردان فیلم مسافر ری و هنرمندانی چون داریوش ارجمند، جمشید هاشمپور، محمد رضا شریفی نیا و ویشکا آسایش همکاری داشته. کرم رضایی هم سن و سال بهروز وثوقی بود اما بسیار پیرتر نشون میداد. سخت زندگی کرد و تلاش بسیاری رو کرد تا به جایگاهی درخور در سینمای ایران برسه. به همین دلیل و البته قناعتی که نسل او داشت، همه کار برای سینما و تلویزیون و تئاتر ایران کرد بدون اینکه احساس کنه از جایگاهش کاسته میشه. رضا کرم رضایی بازیگر و هنرمند کشورمون سرانجام با کوله باری از تجربه در سال 1389 و در سن 73 سالگی پس از بازیگری در 59 اثر سینمایی و تلویزیونی چشم از جهان بست. روحش شاد و یادش گرامی باد. دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه به برنامه های ما علاقه مندید میتونید از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید.
و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.